در کتاب تاریخ مغول چندین بار به جنایات مغول‌ها و آدمخواری آنها اشاره شده. گویند در ترمد اورتی را جمعی از لشکریان چنگیزخان گرفته خواستند که به قتل برسانند. آن بیچاره گفت مرا مکشید تا مروارید بزرگ به شما دهم. آنها پرسیدند که آن مروارید را کجا گذاشته ای؟ آن بدبخت جواب داد که فرو بردم. مغولان در حال شکم او را شکافتند، مروارید را بیرون آوردند و گوشت اون رو تکه تکه پختند و خوردند. همچنین در صفحه 197 تاریخ مغول هم نوشته مغولان در رمضان 660 موسل را گرفتند و قتل عام کردند و صاحب موسل را به فرمان هولاکو خان در دنبه و نمد پیچیدند و در آفتاب انداختند تا دنبه بعد از هفته ای کرم شد و کرمها بدن اون را خوردند و او به این سختی جان داد و پسر 3 ساله اون را در کنار دجله دو نیم کردند و هر نیمه را به طرفی آویختند تا بپوسد. و همچنین در صفحه 214 تاریخ مغول هم نوشته آباقا پروانه حاکم آسیای صغیر را به اردوگاه آلاتاق آورده در حضور سرداران خیش محاکمه کرد تا آنکه یکی از عمرای خود را مأمور قتل پروانه و 36 نفر از کسان او کرد. امیر مزبور همه را کشت و مغولان جسد پروانه را قطع قطع کردند و در یک دیگ پختند و برای تسکین غضب و کینه‌جویی هر کدام قطعی از آن را خوردند. از آن جمله آباقا نیز پاره ای از آن غذا را تناول کرد. و داستان در اینجا ختم نمیشه و در صفحه 223 تاریخ مغول نوشته خواجه شمس الدین به کمک همسر سلطان به شوهر سلطان احمد تگودار تلقین کرد که مجد الملک با شاهزاده ارغون دستیکی کرده و سوء قصد داره. به فرمان سلطان احمد مجد الملک را مصادره و محاکمه کردند. این محکمه در همان چادر عطا ملک در نوشهر واقع در بخش بستان آباد تبریز صورت گرفت و دشمنان مجد الملک همانجا پیکر او را قطع قطع کردند و اجزای جسد او را بریان کردند و خوردند. سپس بقیه اعضای اون را هر یک به ناحیه‌ای فرستادند، از آن جمله سر اون را به بغداد بردند، پای او را به شیراز و دستش را به عراق فرستادند.